تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند ما را هدایت کرد و سر سفره قرآن نشون آیه به آیه تلاوت میشه و منم هر آیه 4 دقیقه 6 دقیقه 7 دقیقه تقریبا تفسیر میگم. از اول که شروع کردیم از اول قرآن به جزء 22 رسیدیم، الان سوره سبع آیه 2 هستیم. بشنوید. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. در آیه قبل گفتیم خدا خبیره، حالا این نمونه خبریتش و خبرویتش میگه، میگه خبیره یعنی اینطوری، یعلم ما یلج في الأرض، اون چه در زمین فرو میره میدونه، دونه ها مرده ها هر چی که در زمین فرو میره، آب ها زباله ها هر چی در زمین فرو میره میدونه، و ما یخرج منها هر چی از زمین بیرون میاد خدا میدونه، تمام عدد برگ ها سلول برگ ها میوه ها خوشه ها چشمه های آب هر چی بر زمین فرو میره خدا میدونه، هر چی از زمین خارج میشه خدا میدونه، و ما ینزل من السماء هر چی از آسمان نازل میشه خدا میدونه، قطرات تگرد برف باران، و ما یعرج منها هر چی از زمین به سمت بالا میره همه رو میدونه. بعد از ذکر کلیات رو مصداق میگه، بعد هم میگه و هو الرحیم الغفور. در قرآن 49 مرتبه غفور و رحیم با هم اومده، ولی همه جا اول گفته غفور رحیم، اینجا اول گفته رحیم بل غفور. در باقی موارد که میگه و هو الغفور الرحیم، چون انسان تا غفور یعنی تا مورد مغفرت قرار نگیره، تا خدا انسان را نبخشه رحمت خدا را نمیتونه دریافت کنه، یعنی اول باید ظرف رو بشوریم بعد چیرش کنیم، اول باید ما بخشیده بشیم تا رحمت خدا را دریافت کنیم. اینجا بحث اینه که چون داره نعمتا خدا را میشه، باید کلمه رحیم اول گفته، چون در باقی موارد عمل کرده مانه، در عمل کرده انسان اول بخشش بعد دریافت رحمت، در اینجا الطاف الهی رو دارم میگه ولذا و هو الرحیم الغفور، شاید دلیلش باشه. خب این آیه میخواد بگه که خداوند نه تنها مالک هستی است که در آیه قبل گفتیم له ما فی السماوات، بلکه به تمام جزئیات هم آگاهی داره، یعنی هم مالک هم آگاهه. بعضی هم ممکنه مالک یه چیزی باشن، مثلا خونه مال اونه، اما توی خونه چند تا کبریته، چند تا استیکانه، چند تا نمیدونم چیه نمیدونه، مالکه اما اطلاع نداره. خداوند در آیه قبل فرمود له ما فی السماوات، همه رو میدونه، بعد میگه یعلم، هم مالک هست هم آگاه، مالک هستی است تمام جزئیات چند میدونه. این آیه میخواد بگه در نظام آفرینش اشیا در رفت و آمدن، حرکت دارن، یلج و یخرج، ینزل یعلج، یا تو زمین فرو میره یا از زمین بیرون میاد، یا از آسمان نازل میشه یا از بسمه آسمان بالا میره، بخارها اعمال انسان. خب بریم سراغ آیه 3 بشنوید. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. کسانی که کافر شدن میگفتن که قیامت برای ما نیست، لا تأتین الساعة، قیامت برای ما نیست، قل بشو بگو بلا و ربی، چرا قیامت برای شما هست، به پروردگارم قسم، پروردگاری که عالم الغیب، به خدایی که غیب رو میدونه قیامت برای شما هست، لتأتین نکن، این روز قیامت برای شما میاد، و بدونید لا یعذب عنه مثقال، یعنی از خدا پوشیده نیست وزن ذره ای در آسمان ها و نه در زمین، نه کمتر از ذره نه بزرگتر از ذره، هیچی بر خدا پوشیده نیست، همه چیز در کتاب مبین در کتاب روشنایی ثبته.
شعار ندید قیامت سراغ شما نمیاد، به پروردگارم سراغ شما میاد، به پروردگاری که علم غیب میدونه قیامت سراغ شما میاد. هیچ چی از خدا پنهان نیست. وزن یک ذره، کمتر از یک ذره، بزرگتر از یک ذره. از این آیه معلوم میشه که نقل کلمات کفرآمیز برای که نقد کنیم اونو ابطال کنیم مانعی نداره، چون این حرف کفاره. کفار میگفتن قیامت نیست، خدای حرف کفار رو نقل میکنه بعد جواب میده. قال قل، گاهی انسان یک کتاب مینویسه حرفای رو نقل میکنه، ولی ازو گفتن خوندن کتابهای منحرف کننده برای دانشمندان جایزه، چون دانشمند میتونه بخونه رد کنه، اما برای عوام نباید بخونه چون بلد نیست رد کنه، چون نمیتونه رد کنه حق نداره. شما حق نداری شکم پاره کنید، چون وقتی پاره کردی طرف میمیره، اما جراح شکم پاره میکنه بعد بخیه میکنه، بعد ممکنه رگی رو جابجا کنه، کلیه ای رو جابجا کنه، عضو رو ممکنه جابجا کنه، خونی رو ممکنه جابجا کنه. جراح حق داره پاشیکم پاره کنه، شما حق نداری. دانشمند حق داره هر کتابی بخونه که بتونه جواب بده، اما افرادی که مایه علمیشون جوریست که وقتی کتاب میخونه تحت تأثیر قرار میگیره، وقتی میگن کتب زاله، کتاب های منحرف کننده حرامه، فیلم های منحرف کننده حرامه، چون ممکنه یه سیدی بدن به شما نگاه کنی بگی راست میگه، خب راست میگن، تو نمیدونی چه خبر پشت پرده. کسانی که نتونن جواب منحرفینو بدن، هر دیدن فیلمی، شنیدن هر نواری، خوندن هر کتابی ممنوعه، چون افتادم یه وقتی کسی شنا بلده جایزه بندازه خودشو تو استخر، چون شنا بلده میاد بیرون، اما یه بچه میخواد بندازه خودشو تو استخر میگم ننداز، بگه آقا شما مخالف آزادی من هستی، من آزادم، چهار دیواری اختیاری میخوام بندازم خودم. بابا تو اگر بیفتی نمیتونی بری بیرون. افرادی هستن اگر پای سخنرانی بشینن نمیتونن طرفو رد کنن، ولی افرادی هستن وقتی سخنرانی گوش میدن 100 تا عیب از سخنران میگیرن. کسانی حق دارن پاهر حرفی بشینن که بتونن جواب بدن، کسانی حق دارن خودشونو بندازن تو آب که بتونن شنا برن، کسانی حق دارن شکم پاره کنن که بتونن جراحی کنن. شما نگو آقا من آزادی علمه، شاید شما جلو علم گرفتید. نه جلو علم گرفتیم، سواد ما محدوده. بله بسیار خوب. میکانیک حق داره موتور ماشین رو پیاده کنه چون دانسته به جاهاش میذاره، اما شما بگویم تو که میکانیک موتور آورد پایین، منم موتور میارم پایین، خب تو موتور پایین بعد بدونی سوار کنی. طرح حرفهای نامربوط و آدم طرح کنه بعد جواب بده. اینجا میگه قال الذين كفروا، قل کفار همچی میگن، تو جوابش همچی میگن. نظریات مخالف آدم طرح میکنه تو جواب میده. بعدم منکران دلیل ندارن، فقط میگن لا تعتین است، قیامت نیست. میگیم به چه دلیل؟ دیگه جواب میده، ادعاست. اما ما میگیم قیامت هست دلیل میاریم، میگیم چون خدا عادله باید قیامت باشه، چون خدا حکیمه باید قیامت باشه. میگه میشه خداوند از خاک گندم درست کنه، از گندم برنج سلول نطفه درست کنه و سلول انسان درست کنه، بعد انسانو مرگش بده خاکش کنه؟ خدا خاک میخواست درست کنه، خاک اول بود، چرا یه خاک تبدیل به برنج و گندم شد و او برنج و گندم تبدیل به سلول و نطفه شد و او انسان شد؟ دو مرتبه میخواست بمیره خاک بشیم، خب خاک که اولش بودیم. آدم حکیمه کار نمیکنه، چون خدا حکیمه باید قیامتی باشه، چون خدا عادله باید قیامتی باشه. بسیار خوب، جوابم صفر بدید. اونا میگفتن لا تعتینا، بگو لا تعتین نکن، لا تعتی لا تعتین نکن، این حرفا تن سر جن سر زاغ و زاغه، یعنی ادبیات طبق ادبیات خودشون هم بدن. لا تعتینا تعتی کن، لا تعتی تعتی، عبارت هم هم وزن باشه با همون ادبیات خودشون صحبت کن، منتها محکمتر. بلا و ربی، به پروردگارم قسم. گیر اینا اینه که میگفتن آخه وقتی ما مردیم پخش میشیم، چی خبر داره این ذره استخون پوسیده ما کجا رفت؟ میگه عالم الغیب، او کسی میاره که غیب رو میدونه، یعنی میدونه کدوم سلول الان در چه حالیه. زمان وقوع قیامت از امور غیبیه، ساعتش ممکن ندارم خدا میدونه، یکیه یا اون استخونهایی که غیب شد خدا میدونه کجاست. لا اصغر لا اکبر، نه کوچیک‌تر نه بزرگتر، یعنی برای خدا فرق نمی‌کنه.
من یه وقتی مثال زدم، شما چشمه میخ ببینه یا کوه فرق نمیکنه، شما نگاه به میخ کن یا نگاه به کوه کن، هر دو یه جوره. اینطور نیست که وقتی میخوای کوه ببینی خیلی با چشم شما انرژی خرج کنه، وقتی میخوای میخ ببینی نه. همینطور که نگاه به میخ و کوه برای چشم باری نداره، خودم عالم است. اصغر اکبر کمتر از یک مثال، وزن ذره بیشتر از وزن ذره، برای خدا فرق نمیکنه. خوب آیه 3 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.